درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. شاید تا کنون از جمیله علم‌الهدا، همسر ابراهیم رئیسی و فرزند احمد علم‌الهدا، امام جمعه شهر مشهد بسیار شنیده باشید. اما نام دیگر فرزندان احمد علم‌الهدا تا کنون کمتر رسانه‌ای شده است. حالا نام جلیله علم‌الهدا، خواهر همسر ابراهیم رئیسی، با توجه به اقدامات همسرش یعنی با جناق ابراهیم رئیسی بر سر زبان ها افتاده است. اگرچه که تا کنون سعی شده است که نسبت های خانوادگی سایر فرزندان علم‌الهدا پنهان بماند، اما مطابق آخرین گزارش ها جلیله علم‌الهدا همسر مرتضی پناهیان، فرزند علیرضا پناهیان، آخوند معروف حکومتی است. اولین بار نام فرزندان پناهیان در سال 1401 مطرح شد، زمانی که در اسفند 1401 مرتضی و رضا پناهیان، پسران علیرضا پناهیان روحانی معروف که به مواضع رادیکال شهرت دارد، با توییت هایی که موضوعشان آرزوی مرگ برای میر حسین موسوی بود، وارد گود سیاست شدند. حالا مشخص شده است که این خوشرخصی ها دلایل خودش را داشته است. در ابتدا باید یادآور شویم که علیرضا پناهیان که همواره مواضع تند و ضد فساد گرفته است، همین چند سال پیش بود که افشای دارایی هایش خبرساز شد. املاک میلیاردی و خانه های ویلایی او در سعادت آباد و لواسان دیگر بر کسی پوشیده نیست. پیشتر محمد نوریزاد او را از جمله شعبان بی مخ های رهبر رژیم جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای خوانده بود و حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، عبارت روحانی پاکتی را دربارش به کار برده بود. همچنین پس از انتشار گزارشی از شراکت پناهیان و مالک شرکت تکماکارون در یک ملک به ارزش حدود 100 میلیارد تومان، او پاسخ داد که تنها مالک یک آپارتمان از این ملک است و زندگیش مانند زندگی دو رهبر جمهوری اسلامی با هدیه دوستان میچرخد، موضوعی که زمین ساز شوخی در شبکه‌های اجتماعی شد و کاربران سخنان اکبر طبری را یادآوری کردند که گفته بود دوستانی دارم که لواسان را هم به نامش میزنند. ماجرای قدرت گرفتن و مطرح شدن پناهیان هم به اواخر دولت هاشمی رفسنجانی و ابتدای دولت محمد خاتمی باز می‌گردد که سخنرانان مذهبی برای شور دادن به جوانان به اصطلاح حزب اللهی و بهره برداری از آنها در درگیری‌های سیاسی به کار می‌آمدند. امیر تفرشی از مؤسسین جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در توییتی نوشته بود که در هیئت پناهیان که برادرش احمد نیز مداح آن بود، نوجوانان در یک ربع آخر با او خلوت می‌کردند. پناهیان پیش از آن نیز روحانی جوانی در لشکر 27 محمد رسول الله تهران بوده است و در گردان حبیب این لشکر بوده که مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نیز مدتی در آن حضور داشته است. او پس از جنگ مدتی رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه هنر بود و در بین دانشجویان نزدیک به این نهاد مشهور است که برای یک سخنرانی به یکی از شهرستانها سفر کرده و قرار بود راننده اش او را بازگرداند، اما زن راننده در حالت زایمان قرار داشت و او با پناهیان تماس گرفته بود تا اگر ممکن است خودش بازگردد. نتیجه این تماس اما اخراج راننده بود. حالا و پس از افشای پرونده چای دبش، در یک پرونده جدید از فسادهای انباشته اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی، فسادی برابر با 22 میلیون دلار در زمینه واردات لاستیک توسط آستان قدس رضوی رونمایی شده است که آنطور که از شواهد برمی‌آید، پای باجناق ابراهیم رئیسی این بار در میان است و گویا ابراهیم رئیسی این بار برای باجناق خود یک حفاظ امن ایجاد کرده که بتواند با خیال راحت و با توجه به نفوذ پدر همسر و باجناقش 22 میلیون دلار را به سادگی به جیب بزند. در این رابطه روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره سه‌شنبه 19 دی 1402 آورده که یک فساد بزرگ توسط آستان قدس رضوی با ارزش 22 میلیون دلار را برای اطلاع رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور افشا کرده است. بر اساس این گزارش، این نهاد مذهبی
80 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات لاستیک دریافت کرده، اما کالایی در برابر این ارز وارد کشور نشده است. انجام این قرارداد به محمد ذوالفقاری که به 15 سال زندان بابت فساد اقتصادی محکوم شده بود واگذار شده بود، اما گویا پناهیان مدیر بالادستی او بوده است و هیچگاه از او نامی برده نمی شود. همچنین دو متهم اصلی دیگر این پرونده نیز بعدن وقتی ابراهیم رئیسی به ریاست دولت رسید در دولت 13 به مناصب بالا رسیدند. این گزارش افزوده که فرد بالادست ذوالفقاری که احتمالاً همان باجناق ابراهیم رئیسی است، صرفاً دو فقره چک به عنوان ضمانت قرار داده است و دریافت 22 میلیون دلار برای او به سادگی صورت می‌گیرد که برخلاف قانون یکی از چک‌های ضمانت از سوی خود او صادر شده و شخص مجهول الهویه‌ای که ظاهراً از دوستان صمیمی او بوده است به عنوان یک شخص حقیقی و بدون هیچ گونه مال و وثیقه‌ای و صرفاً به اعتبار امضای خودش پشت چک را امضا و تضمین کرده است. یکی از نکات مهم دیگر در گزارش افشای این فساد این است که یکی از متهمان اصلی این پرونده در دوره ریاست جمهوری رئیسی به مقام ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان رسید و متهم دیگر هم در دولت 13 معاون وزیر و مشاور معاون اول رئیس جمهوری است. گفتنی است که چندی پیش همچنین اسنادی به ایران وایر رسیده بود که نشان می‌دهند برخلاف آنچه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس فعلی و معاون وقت قوه قضاییه و همچنین ابراهیم رئیسی رئیس سابق این قوه مدعی برخورد با دانه درشت‌های اخلال در نظام اقتصادی ایران شدند، مجازات‌های این عده در عمل به اجرا در نیامده است و حبس های صادر شده به عنوان مجازات عموماً با مرخصی های طولانی مدت همراه بودند. در این اسناد اعمال نفوذ ویژه محسنی اژه‌ای و استفاده او از روابط و رانت های شخصی منجر به آزادی، مختومه شدن پرونده یا ساعتی زندانی بودن محکومان دانه درشت شده است. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.